قصد داریم برنامه‌ای بنویسیم که واژه‌های فنی رایانه را در قالب یک جدول به همراه توضیح آنها نمایش دهد. جدول کمپیوتر TBL را در پایگاه داده دیکشنری با فیلدهای روبرو ایجاد می‌کنیم. جهت آسان‌تر شدن پروژه از قبل تعدادی رکورد به جدول کمپیوتر TBL اضافه کرده ایم. جهت ایجاد ارتباط با پایگاه داده در C#، یک پروژه ویندوزی به نام کمپیوتر دیکشنری ایجاد شده است. یک کنترل دیتا گرید ویو به فرم اضافه می شود. روی فلش گوشه بالا سمت راست کنترل کلیک کنید. پنجره ی دیتا گرید ویو تاسکس ظاهر می شود. روی کادر ترکیبی چوز دیتا سورس کلیک کرده و سپس روی گزینه اد پراجکت دیتا سورس کلیک کنید. در پنجره ی چوز دیتا سورس تایپ گزینه ی دیتابیس را انتخاب و سپس دکمه نیکست را کلیک کنید. در پنجره Choose a Database Model گزینه Dataset را انتخاب و دکمه Next را کلیک می‌کنیم. برای ایجاد اتصال جدید در پنجره Choose Your Data Connection روی دکمه New Connection کلیک کرده با کلیک روی دکمه Change کادر فهرست مقابل را مشاهده می‌کنید. از کادر فهرست گزینه Microsoft Access Database فایل را انتخاب کرده و سپس روی دکمه اوکی کلیک کنید. از طریق دکمه براوز پرونده بانک اطلاعاتی دیکشنری انتخاب می شود. بعد از انتخاب پرونده بانک اطلاعاتی دکمه تست کنکشن برای صحت اتصال کلیک گردد. بعد از تایید صحت اتصال دکمه اوکی کلیک می شود. بعد از انتخاب پایگاه داده روی دکمه نکست کلیک کنید. برای کپی پایگاه داده دیکشنری در مسیر پروژه دکمه یس کلیک شود. در بخش سیف کنکشن دکمه نکست کلیک می شود. در پنجره Choose Your Database Object از زیر شاخه Tables جدول کمپیوتر TBL انتخاب شود. نام دیتا ست به صورت پیش‌فرض دیکشنری دیتا ست بوده که می توانید نام آن را تغییر دهید. روی دکمه فینیش کلیک کنید. در پنجره سولوشن اکسپلورر پایگاه داده دیکشنری مشاهده می شود. در ضمن در پایین فرم نیز سه کنترل به فرم اضافه شده است. ویژگی داک کنترل دیتا گرید ویو را برابر فیل قرار داده و سپس برنامه را اجرا کنید.